در ادامه آموزش تحریرها، قبل از اینکه به تحریر چهارتایی بپردازیم، میخوام نکاتی در مورد ادوات تحریر اشاره کنم که ما در آواز ایرانی تقریبا در هنگام اجرای تحریرها هیچ مصوت مشخصی رو عین خودش نمیگیم. یعنی ما هیچ وقت آر آ نمیگیم، ا رو هیچ وقت ا نمیگیم، ای رو هیچ وقت ای نمیگیم. یه چیزی ما بین هم هست اجرا میشه، یعنی مثلا آ رو ما میگیم آ، یه چیزی بین آ و او هست، ها به این حالت مثلا. یا مثلا ا رو ما هیچ وقت ا نمیگیم، یه چیزی بین ا و ا میگیم، اینیس انگار نامطبوعه، صدای مطبوعی انگار ما نمیده. یا مثلا ای رو ما هیچ وقت ای نمیگیم، یه چیزی بین ا و ای میگیم، نیس. البته در حین کلام و شعر گاهی اوقات به خاطر تأکیدی که روی شعر میخواد باشه، خواننده تلاش میکنه که عین خودش بگه، ولی در حین اجرای تحریرها تقریبا همینجوره. ما هیچ وقت این خود خام اون مصوت رو اجرا نمی کنیم، بلکه یه حاله از اون رو در واقع با میکسی با مصوت های دیگه در واقع اجرا می کنیم. حالا بریم در مورد تحریرهای چهارتایی صحبت کنیم که تکی و دوتایی و ستایی رو با هم بررسی کردیم. حالا میایم چهار تا ضربه روی هر نوت می زنیم و چهار بار تکرار می کنیم در واقع هر نوت رو که به تحریرهای چهارتایی می رسیم. مثلا میگیم دو 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 ر ر ر ر می 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 فا 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 سول 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 فا 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 می 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 ر ر ر ر دو آ. باز میتونیم مثلا دو تای آخر رو ا بگیم، یا میتونیم بازی کنیم با صدا و با نوت ها. مثلا نوت سوم رو یه پرده بین پایین تر بگیم، ادوات تغییر هم اضافه بشه، حالا ما البته این در این مجموعه آموزشمون داریم بیشتر در مورد ادوات تغییر آ و ا صحبت بکنیم. حالا این مقداری مسئله پیچیده تره که باید در فرصت‌های بعدی انشاءالله در موردش صحبت کنیم. ببینید چقدر میشه بی نهایت تحریر ایجاد کرد. حالا مثلا این چهارتایی باز پنجتایی میتونه باشه، شیشتایی میتونه باشه، گاهی اوقات اصلا شکل بالا رونده یه شکل، شکل پایین رونده یه شکل، مجموعه مثلا ستایی دوتایی چهارتایی با هم دیگه میکس میشن و صداهای مختلف با هم دیگه میتونن ترکیب بشن. بی نهایت میتونیم تحریر ایجاد کنیم. حالا من خواستم در واقع روندش رو به شما آموزش بدم که میتونید خودتون رو به چالش بکشین و از طریق این تمرین به تحریرهای متفاوتی انشاءالله برسیم. امیدوارم که این ویدیو هم مفید بوده باشه براتون و منتظر آموزش بعدی ما هم باشید.